اقدام و رفتار برخی کشورها در ممانعت از سفر عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام به کشور عراق برای شرکت در پیاده روی و حسینی اعتراض و انتقاد بسیاری از شخصیت و نخبگان را برانگیخته است. در همین راستا علاوه بر اینکه جمعی از اساتید حوزه علمیه شهر مقدس کربلا با انتشار نامه‌ای خطاب به نخست وزیر عراق خواستار باز شدن مرزهای این کشور به روی زائران شدند معاون تولیت آستان مقدس حسینی نیز در گفتگوی تلویزیونی نسبت به منع ورود زائران به عراق انتقاد کرد همکارم مصطفی فروغی گزارش می‌دهد جمعی از اساتید حوزه علمی شهر مقدس کربلا و خطبای حسینی آن با انتشار نامه خطاب به مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از وی خواستند تا دستور دهد مرزهای این کشور را به روی زائران اربعین و مهمانان ابا عبدالله الحسین علیه السلام باز کنند در بخشی از این نامه آمده تصمیم دولت عراق به بستن مرزها به روی زائران امام حسین علیه السلام رفتاری متناسب با منش و اخلاق ملت مهمان نواز عراق نیست این نامه ادامه میدهد از نعمت بزرگ الهی برای کشور عراق وجود این اماکن مقدس است حکام مختلفی در طول تاریخ تلاش کردند مانع زیارت عاشقان اهل بیت علیهم سلام شوند اما نتیجه تلاش آنها برعکس بوده است در بخش پایانی این نامه آمده ما از دولت شما می خواهیم رفتار مشابه آن حکام در منع ورود زائران را متوقف نموده و هرچه سریعتر دستور دهید مرزهای عراق به روی همه مهمانان و زائران امام حسین علیه السلام باز شود تا آنها نیز بتوانند در زیارت عربین حسینی شرکت کنند. از سوی دیگر سید افضل شامی معاون تولیت آستان مقدس حسینی در گفتگوی تلویزیونی نسبت به رفتار برخی کشورها از جمله ایران در منع عاشقان اهل بیت علیهم السلام برای سفر به کشور عراق و شرکت در پیادهروی اربعین حسینی انتقاد کرد وی بدون نام بردن از کشوری خاص گفت برخی کشورها به بهانه بیماری کرونا مانع زیارت بسیاری از شیعیان می شوند. این مقام مسئول در آستان مقدس حسینی ادامه داد ما نمی گوییم کرونا وجود ندارد اما به اندازه این نیست که باعث توقف یا کاهش حضور زائران شود از شامی افزود همین الان شما می بینید میلیون زائر در شهر مقدس کربلا و مسیرهای منتهی به این شهر حضور دارند چند درصد از آنها ماسک زدهاند کمتر از یک درصد اما هیچ مشکلی پیش نیامده است. او افزود با توجه به اینکه قبل از ورود به عراق تست پی سی آر گرفته می شود و فقط افرادی که مبتلا نیستند وارد می شوند پس نباید دیگر مانعی بر سر راه زائر گذاشته شود. هر کسی که تست داد و مبتلا به کرونا نبود می تواند به راحتی وارد عراق شود و در پیادروی اربعین حسینی شرکت نماید وی ادامه داد بنده معتقدم دلیل اینکه دولت ها مانع حضور زائران می شوند موضوعی غیر از بیماری کرونا است اشامی تصریح کرد بدون شک مسئله سیاسی یا نکته دیگر در پس موضوع بوده و به عقیده من منع ورود زائران تجاوز به حقوق آنهاست